سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. یک بعد از ظهر واشنگتن آفتابی با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو. 9:30 دقیقه شب به وقت تهران. چون دوشنبه شب‌های پیشین در این شماره از برنامه تفسیر خبر میپردازیم به وضعیت حقوق بشر در ایران، یا بهتر از گفته شود نقض حقوق بشر، حقوق انسان ایرانی در حکومت فقیه. پیامدهای اسید پاشی بر چهره دختران و بانوان اصفهان. چرا حکومت فقیه ملایان شیعه بر حکومت از پیگیری پرونده اسید پاشی در اصفهان خودداری کردند؟ آنچه که ملایان شیعه در نمازهای دولتی جمعه و دیگر منابر علیه معترضین به اسید پاشی گفتند. آن سوتر آنچه که کارگزاران جمهوری اسلامی، سفیران دولت فقیه، حکومت فقیه در خارج از ایران درباره فرهنگ ایرانی میگویند و آنچه که در همصدایی با آنان کارگزاران اصلاح طلب حکومت فقیه در بوهای تبلیغاتی فراهم شده در خارج از ایران میدمند. گفتنی ها در عرصه نقض حقوق بشر در ایران بسیار است. با من و شما هستند در کل خانم مهوش الاسفندی از نهاد مادران علیه اعدام و در ترکیه خانم محبوبه حسین‌پور، چهره آشنا برای همه بینندگان ما. خانم محبوبه حسین‌پور خواهر اردشیر حسین‌پور، دانشمند اتمی که توسط جمهوری اسلامی وزارت اطلاعات کارگزاران فقیه در ایران کشته شد. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خانم الاسفندی عزیز سلام به شما. من هم سلام و درود دارم خدمت شما و مهمان عزیزتون خانم حسین‌پور و بینندگان عزیز در سراسر دنیا، خصوصا ایران. و خانم حسین‌پور گرامی با سلام و خوش آمد به شما. سلام دارم حضور شما جناب چالنگی، دوست و همدرد و همرزم بزرگوار بی مهین الاسفندی و همه بینندگان و شنوندگان در داخل و خارج از ایران. همینجا عذر میخوام که من طبیعتاً به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن، به عنوان یک داغدار و به عنوان یک جنگنده در برابر نیشمترین حکومت تاریخ الان دچار احساسات هستم و خب البته خودم رو کنترل میکنم و ادامه میدم. در خدمتون هستم. برحال برنامه چند راحتی ممکن نباشه، به خصوص برای مجری برنامه‌ای که من باشم در خدمت همه شما عزیزان، مهمانان برنامه ما، مادر ایرانی که دو فرزندش اعدام شد و آن سو مهمان دیگری که برادر نازنینشون به قتل رسیده. اجرای چنین برنامه‌ای طبعا چندان ساده نخواهد بود و حتی تماشاش به هر حال همراهی میکنید با همه ما عزیزان. آغاز میکنیم با این پرسش خانم الاسفندی گرامی. پرسش من این هست، ببینید پیامدهای اسیدپاشی در اصفهان
تعداد قربانیان تا آخرین خبری که من دارم این هست 14 نفر هست، اما هیچ تلاش آشکاری دیده نمیشه برای اینکه عوامل شناسایی بشن. بسیاری برای این عقیده هستن عوامل کارگزاران پادوهای خود حکومت هستن، اما بالاخره دولتی هست در اونجا مسئول یا نیست؟ از شما میشنویم خانم هلاسفند. جناب چارلنگ عزیز، وقتی که کسی خودش صادر کننده عملی جنایت آمیز مثل این عمل باشه، چطوری میتونه میخواد دنبال چی بگرده؟ یعنی مثل اینه که ما بگیم که خب جناب خامنه ای، شمایی که دستور دادید، جناب امام جمعه، شما که دستور دادید و اراذل اوباشتون رو فرستادید سراغ زنان ما و این عمل رو انجام دادن، حالا دستور بدید همونا رو دوباره بگیرن، اون کسانی که این امر رو انجام دادن به عنوان آمر به معروف و نهی از منکر. و من فکر میکنم چنین توقعی اساساً وقتی که خود اونها انجام دهنده این اعمال باشن شاید بشه گفت بی اساسه، ولی اون چه که مسلمه همون جوری که خودتون فرمودید به هر حال دولتی هست و قانونی و باید به این جریان رسیدگی بکنه. بله، اگر ما قوه قضاییه مستقلی داشتیم و قوانین ما وقتی که میگم ما منظورم اون کشور جمهوری اسلامیه، اگر قوه قضاییه مستقلی داشتیم باید این گونه می بود و این جریان رو دنبال میکردن و اون کسایی که دست به چنین جنایتی زدن در واقع اسید پاشی اعدام قسمتی از بدنه، و اگر اونها رو دنبال این جریان رو میگرفتن و اونها رو مجازات میکردن خب خیلی خوب میشد. ولی متاسفانه اون چه که ما دیدیم، عکس العملی که دیدیم، اولین عکس العملشون این بود که کسانی که زخمی هستند روی تخت بیمارستان هستند چرا حجاب ندارن؟ یعنی دقیقاً این اتفاقی که برای دختران مدرسه شیناباد افتاد و درون بیمارستان بودند، تنها نگرانی مسئولین ما این بود که چرا اون زخمی ها روی تخت بیمارستان حجاب ندارن، حجابشون ناقصه. و ما تنها غیرت، تنها مسئولیتی که از مسئولین جمهوری اسلامی دیدیم در مورد زخمی های درون بیمارستان همین بود که چرا حجابشون کامل نیست، و بعد هم اومدند و داستان رو به سمت دیگری بردن و شخصی رو صریح به طور صریح چهره نگاری کردن، یعنی شخصی با کت و شلوار و کراوات، یعنی از جنس دیگری که از جنس ما نیست، این شخص بوده. و بعدم اومدن معترضین به این عمل رو گرفتن و به زندان ها بردن، یعنی در واقع تنها چیزی که انجام دادن این بود، معترضین رو مورد بازخواست قرار دادن. خانم حسین‌پور گرامی، تفسیر شما رو در همین زمینه میشنویم. این کسان چه کسان هم؟ کسانی که در این میان فقط به معترضین اعتراض دارن و اینکه قربانیان این رویدادها، این جنایت یا هر اسمی داره، اینها بر تخت بیمارستان حجاب خودشون رعایت نمیکنن. ملایانی که چنین میگویند و مکلاهایی که چنین، چه هستند؟ جناب چارلنگی، این یک داستان شنیع و واقعا وقیحی هست که 36 سال بر مردم ما جاری هست و این تئاتر موهش سر مردم پیاده میشه به اشکال مختلف و با یک گروه مشخصی از بازیگران بی‌حیثیت اجرا میشه و تماشاگران خودش رو هم داره. همینجا من خدمتتون بگم که خود من شخصا 4 سال پیش یک اسپاسم کلیوی داشتم و در بیمارستان صدوقی اورژانسی، من در بیمارستان صدوقی اصفهان که نزدیک همین پل بزرگمهر و این باغ گلها که اسید پاشی در اونجا صورت گرفته و آخرین منزلی هم که ما داشتیم، آخرین جایی که ساکن بودیم در اون خاک اشغالی، همون نزدیک باغ گل‌ها بود و این بیمارستان تا اونجا خیلی نزدیک است. چیزی حدود مثلا
3-4 کیلومتر فاصله داره، بیمارستان تخصصی تحت سیطره و در واقع تحت اشغال سپاه، ولی بیمارستانی هست با بالاترین امکانات تخصصی درمانی. من در اونجا در اورژانس اونجا بستری بودم، مادر من هنوز در حیات بود و بر سر من بود. این خانوما و پرسنل اونجا میرفتن میومدن که منی که اونجا از درد به خود میپیچیدم و منتظر بودم که آرام بخش بزنن و سراغ من بیاد، پرسنل نگران حجاب من بودن. این رو من خدمتتون عرض کنم، این از این جبری که من به تک تک روزهای عمرم در این 36 سال در نهای این 2 سال آخر در ایران تجربه کردم و همگان برش واقعه. اما داستان اسید پاشی، زمانی که قاضی و طرف دعوا با بی‌حیثیتی و وقاحت تمام یک نفر هست که ما انتظاری بیش از این نمی‌توانیم داشته باشیم جناب چالنگی، این سناریو رو نوشتن، بازیگرانش مشخص شده، محل اجرا لوکیشنش هم تنظیم کردن و دادن اجرا دادن دیگه به اصطلاح اکران شده در یک جایی به نام ایران، ایران بزرگ، و در برابر چشم جهان این نمایش موهش و در این حال مضحک، ضد بشری، ضد انسانی نمایش داده شده. انتظار این مطلقاً از اولین لحظه، آنچنان که بر من و بر میلیون ها انسان در داخل ایران، در خارج از ایران مشخص بود، اساساً اینکه پیگیری بشه هیچ، یعنی من حتی یک لحظه فکر نمی کردم که این موضوع پیگیری بشه یا کسی رو عنوان خاطی معرفی بشه. خب خانم علاسانی، ببینید دولت آقای حسن روحانی روزای اول که اومد خیلی اصرار داشت که دولت او دولت تدبیر و امید است. پیامدهای اسید پاشی خیلی ها من دیدم در به اصطلاح رسانه‌های همگانی یا در جایی مثل فیسبوک و جای دیگه توییتر که نوشتن که دولت تدبیر و اسید. ظاهرا این دولت وظیفه برای خودش جز لبخند زدن و خنده رو نشون دادن خودش در مذاکرات 5+1 نداره. یعنی شما وقتی میبینید که بی دلیل و بی جهت دک و پوز آقای ظریف در این جلسات 5+1 همینطور باز هست و به خنده، در مورد مسائل داخلی هیچ نوع واکنشی شما نمیبینید یا هیچ نوع اقدامی نمیبینید. من میخوام این پرسش رو مطرح بکنم که آیا یک دولت، ولو یک دولت در یک حکومت نظام دیکتاتوری، وظیفه‌ای نداره برای محافظت از جان شهروندان؟ چون اون پاسبان، پاسدار، نیروی انتظامی، هر که هست، این نونخور سفره مردم هست، ولو به ظاهر وظیفه‌ای نداره. خانم علاسفندی، خب همینجور که خودتون فرمودید، میگن که دولت تدبیر و امید. این امید رو من فکر میکنم این امید رو مردم بهش دادن، یعنی اینکه مردم از اونجایی که 35 ساله توی شرایطی قرار گرفتن که همیشه بین بد و بدتر انتخاب بکنن، هیچ وقت شرایطی براشون فراهم نبوده که بین بد، بدتر، خوب، خوبتر و یعنی یک شرایط دیگری براشون مهیا بشه که بخوان یک چیز خوبتر، یک انتخاب خوبتری داشته باشن. وقتی بین بد و بدتر میان انتخاب میکنن، ناخودآگاه برای خودشون یک امید واهی هم به وجود میارن و این لقبی بود که مردم بیشتر دادن و انتظاری بود که مردم داشتن. ولی بعد همون مردم میان میگن که دولت تدبیر و اسید. دولت من مادر که دارم هر روز میبینم که این دولت تدبیر و امید از زمانی که اومده سر کار یک چیزی بالای حدود 900 نفر رو اعدام کرده، به جوخه های اعدام سپرده. من میگم دولت تدبیر و اعدام، کسی دیگری میگه دولت تدبیر و اسید. شما میبینید از دست این دولت متاسفانه، نه اینکه کار ساخته نیست،
چرا؟ وظیفش تأمین امنیت مردمه، وظیفش تأمین جان مردمه، ولی اون رو وظیفه خودش نمیدونه. برای اینکه مستقل، همون حرفی که زدم، مستقل عمل نمیکنه. این قوه مجریه خودش رو تحت نظر و اوامر ولایت فقیه میدونه، تحت نظر و اوامر اون چه که تو رأس هرم قرار داره میدونه. و این قوای، متاسفانه قوای سه قوه ما در عرض هم هیچ وقت کار نمی کنن. همشون به صورت مرحله‌ای و هرمی دارن کار می کنن و از همدیگه دستور می گیرن. و حتی اگر جایی از این کارهایی که اینا دارن انجام میدن، شما گاهی یه رسوایی هایی دارید می بینید، مثلا فلان جا 2 تن مواد مخدر کشف شد، یا فلان جا فلان دزدی بزرگ که حتی توی ذهن نمی گنجه، نمیتونیم حتی اون عدد و ارقام رو هم بنویسیم. وقتی اینا کشف میشه، اینها نتیجهش همون درگیری های درونی خود همین سه قوه است که در واقع به نوعی گاهی بعضی جا به همدیگه باج نمیدن و مجبور میشن این افشاگری ها رو بکنن. میخوام بگم که چرا وظیفه این دولت هست به عنوان یک دولت، ولی وقتی که دولت اسلامیه و دستورش رو از اسلام میگیره، از ولی فقیه میگیره، از قرآن میگیره، به نام قرآن به مردم تجاوز میکنه، با خواندن آیه قرآن مردم رو سر دار میبره، انتظار دیگری ازش نیست. خب خانم حسین پور، ببینید برخی مشکلشون ضمناً با این هست، با این موضوع که وقتی اعدام میکنن و وقتی به اقدامات اینطور دست میزنن، زنان دختران رو در خیابون زیر کتک میگیرن، بقیه میستن به تماشا. من هیچ دعوت به هیچ کاری نمیکنم، اما پرسش این هست، همین به تماشا ایستادن، به تماشای اعدام رفتن، صلوات فرستادن ها، تشویق چون این کارهایی، آیا نوعی همراهی با اقداماتی نیست که حکومت انجام میده؟ آیا همین سکوتی که در زمان اسیدپاشی به روی دختران اون اطرافیان نشون میدن، این نوعی همراهی و تایید نیست؟ هر علتی داشته باشه، ترس یا هر چیز دیگه، تفسیر شما رو بشه. سلام جناب چارنگی. متاسفانه این ارعاب و تهدید چون نهادینه شده در جامعه ما و به نوعی استحاله شخصیتی در آحادی از مردم رخ داده، که در این حال که، یعنی ببینید، به نوعی من تنظیمونه بگم، کتبن مخالفن اما شفاهن همراهی میکنن، یا در عمق وجدانشون در باطن تقبیح میکنن اما با رفتار و با به اصطلاح چیزی که واکنش هایی که نشون میدن، با پروجکشنشون به نوعی همراهی یا متاسفانه و شوربختانه در برخی موارد تایید تلقی میشه. این یک بازنگری هست که بر تک تک مردم، به ویژه قشر تحصیل کرده، به ویژه قشر آگاه، لازم هست که تحلیل کنه شخصیت و رفتار خودش رو و یک توازن منطقی، حداقل اگر نه شجاعانه، اگر نه خدشکنانه، اما منطقی، حداقل یک ارزیابی منطقی از درونیات خودش و از رفتاری که بروز میده داشته باشه، تعادلی بینش برقرار کنه و متوجه باشه. من اینجا یک خاطر نشان کنم که یک موردی هست، دوستان که در وادی روانشناسی صاحب نظر هستن و متخصص هستن حتما خیلی بهتر میتونن در این مورد نظر بدن. خب همه ما به طور آماتور و نظری تا حدی با این مقوله آشنا هستیم. چیزی هست به نام سندروم استکهلم، یک ناهنجاری روانی هست که میدونیم سالها پیش یه گروهی رو، کسانی در استکهلم گروگان گرفته بودن و تحت اون جو ارعاب و تهدید و به اصطلاح مشکلاتی که برای این گروگان گرفته شده ها ایجاد شده بود، زمانی که نیروهای پلیس به کمک اینها میخواست بشتابه که اینها رو آزاد کنه،
خود اینا با خود این گروگان گرفته شده ها که یک حالت مسخ شده درشون ایجاد شده بود با گروگان گیرندگان خودشون، یعنی با دشمنان خودشون به نوعی همکاری میکردن و متحد بودن در اینکه جلوی کار پلیس رو بگیرن و در واقع یک جور واکنش منفی داشتن نسبت به کسانی که میخواستن اونها رو آزاد کنن. شوربختانه این رو جانیان جمهوری ولایی در مردم ایجاد کردن و ارزیابی هم ازش دارن خیلی دقیق و میدونن اونا از درجه نفرت مردم نسبت به خودشون آگاه هم. اگر غیر از این بود این همه تدابیر امنیتی، این هم شما وارد هر اداره میشی پایگاه بسیج داره، یک آتش نشانی، یک اداره آتش نشانی که مثلا 40 تا پرسنل داره، حداقل 30 تا بسیج و حراست و اینها کنارش هست. وارد بیمارستان میشین، نهاد حراست داره، دانشگاه و همچنین، یعنی تو هر، یعنی در واقع یک حکومت نظامی پنهان در سراسر ایران، یک حکومت نظامی از نوع اشغالی البته، یعنی که یه ارتش اشغالی وارد شده باشه تو یک مملکتی. به اون شکل اینها خودشون میدونن که مردم در چه وضعیتی هستن به لحاظ درست اصطلاح بطن جامعه، اما چون از این خاطرشون جمع شده که مردم واکنش سریع به اصطلاح ندارن نسبت به رفتارهای غیر انسانی و ضد بشری اونا، خب مانور خودشون میدن و به اصطلاح جواب لازم رو هم نمیگیرن و این آزموده رو واقعا آزمودن خطاست. بین بد و بدتر انتخاب کردن دیگه بسیار زشت، اشتباهی که بارها تکرار بشه دیگه اشتباه نیست، تبدیل میشه به نوعی جرم در واقع. نکته مهمی رو همینشون اشاره کردن هم خانم علاسفندی، این نوع دموکراسی مندرآوردی که برخی به اون دموکراسی دینی حتی میگن، کسانی مثل آقای خاتمی حتی انتخاب بین بد و بدتر، این هم نوعی از دستاوردهای رهبری به اصطلاح انقلاب یا هر چی که هست، پیامدهای انقلاب هست، نوعی دموکراسی، دموکراسی دینی به روایت آقای خاتمی، محمد خاتمی و همینطور کارگزاران دیگر حکومت چه در داخل چه در خارج. برخی از اونها که پیشتر در ردیف همین اسید پاشی بر چهره زنان و دختران حضور داشتند با پونس چسباندن به پیشانی دختران در خیابانها و امروز پشت نامهایی مانند هابرماس، کارل پوپر و دیگران سنگر گرفتند و از شیخ عباس قمی با مهمل بافی های به کارل پوپر و بقیه رسید. برای به این موضوع حتما در زمانی خواهیم پرداخت. سیر به اصطلاح جان اونیل یک نمایشنامه داره، سیر روز در شب، ما سیر حکومت ولایت فقیه در خارج از مرزهای ایران تا کجا کارگزارانش رفتن و هستن، از جمله در نروژ سفیر جمهوری اسلامی در نروژ گفته، خانم علاسفندی شما به تازگی اونجا بودید، گفته که این کارها یک نوع بخشی از فرهنگ ایرانی است، قصاص، بریدن دست، اعدام در میدانها، اعدام و و و بریدن دست و پا، آنچه که بر سر جوانان در این سو آن سو آوردن، آفتابه به گردن اونها انداختن، علف به خورد جوانان دادن در و در خیابونها گرداندن، اینها جزء فرهنگ ایرانی است. استنادش هم لابد همین افرادی است که میرن به تماشای اعدام ها میستن، که البته اینا درصد بسیار ناچیزی از همه مردم ایران هستن. بفرمایید جناب چارلنگی. قبل از اینکه به این بخش بپردازیم من یک اشاره کوچیک بکنم در رابطه با همین پرسشی که از خانم حسین پور عزیز کردید و ایشون اشاره کردن به بسیجی که در تمام قسمت‌های ایران نفوذ کرده، اونها از بسیج دانش آموزی همینجور به بالا تا بره
دانشگاه و تمام ادارات و تمام سازمان ها و تمام اصناف رو بسیج براشون تشکیل دادن، اینها همه برمیگرده به اون ترس و وحشتی که دارن، خود اعدام ترس و وحشته. و بعد شما ببینید، اگر ما بخوایم بگیم که مردم ایران سکوت کردن، من یک دلیل دارم. وقتی که زندان دستگرد اصفهان، فرزندان من درون اون زندان بودن و به واسطه بیماری که فرزند کوچکترم عبدالله اونجا پیدا کرده بود و سرفه میکرد و من رفتم اونجا، مراحلی رو که طی کردم، دادگاه ها و نمیدونم جاهایی رو که رفتم تا بتونم یک کاری بکنم، یک مجوزی بگیرم که یک دکتر از خود اون زندان فرزند من رو ببینه که مبادا این مشکل بیماری چیز حادی باشه، اون مسئول دادگاه های قضاتشون به من گفت که خانم، زندان دستگرد اصفهان گنجایش 700 الی 1000 و نهایتا اگر خیلی بخوایم بیشتر تو اون فشرده داشته باشیم 1500 نفره و الان توی این زندان 7500 نفر زندانی هستن. حالا این یک نمونه کوچک بود که توی اون شهر من خودم لمس کردم. پس این 7500 که توی اون زندان هستن و بقیه زندان‌های ما هستن، اینها چه کسانی هستن؟ خب اینها همون معترضینن، اینها همون کسانی هستن که سکوت نمی‌کنن، اینها همون کسانی هستن که رژیم رو بر نمی‌تابن. وقتی که میرن، اینها به چه کسانی میرن اسید می‌پاشن؟ همون دخترکانی که جمهوری اسلامی براشون جشن تکلیف گرفته بود، همون دخترکانی که از کودکی به اونها روسری سرشون کردن در مهد کودک ها و آمادگی ها، ولی بعد میاد و به این شکل خودش رو نشون بده. میخوام بگم مردم ما چندان هم سکوت نکردن و اگر سکوتی رو شما میبینید از تعداد کسانی هست که خیلی چیز اون ابزار روبو وحشت جمهوری اسلامی روی اونها سایه افکنده و تماشاگرانی که برای اعدام میرن همه موافقین و برای لذت بردن از اعدام نمیرن. شاید خانواده های اون زندانی ها باشن، شاید فامیل های اونها، ولی کسانی که صلوات میفرستن، کسانی که اونجا دارن تایید میکنن کار جمهوری اسلامی، عوامل خود جمهوری اسلامی هستن. ببینید، من توی سفری که من همین دیشب از نروژ رسیدم، کل توی برنامه‌ای که ما اونجا داشتیم و روزنامه‌هایی که اونجا اخباری رو پخش کرده بودن، سفیر ایران در نروژ در مورد قتل ریحانه مورد بازخواست قرار گرفته بود و ازشون پرسیده بودن که چرا شما ریحانه رو اعدام کردید؟ این همه مردم سراسر دنیا، چه درون ایران چه خارج از ایران، اعتراض داشتن، چرا باید ریحانه از داشتن یک حق مسلم دادگاه به اصطلاح عادلانه برخوردار نبود؟ چرا پرونده‌ای که هنوز مبهمه، هنوز مشخص نیست قاتلش کیه، باید ریحانه کشته بشه به اون عنوان؟ که ما همه میدونیم چون دست وزارت اطلاعات در این کار بود و چون قاتل خود مأمور وزارت اطلاعات بود، آمدن و ریحانه رو اعدام کردن و دونستن هم چه روزی اعدامش کنن، روزی که روز اجرای احکام نبوده، روزی اون رو اعدام کردن که قرار بود مردم به خاطر جریان اسید پاشی چه در درون ایران و چه در خارج از ایران همه بیان خیابان و اعتراض بکنن. اون اومد با اعدام عجولانه ریحانه اون برنامه اسید پاشی رو میخواست لوس کنه و بی صدا بکنه و تا حدودی هم اون نقش رو انجام داد، ولی وظیفه من، شما به عنوان رسانه، وظیفه ما که در خارج از کشور هست اینه که نباید بذاریم صدای اون کسانی که مورد اسیدپاشی قرار گرفتن و جمهوری اسلامی با قتل دیگری خواست صدای اونها رو خفه کنه، نذاریم صدای اونها خفه بشه. خوبه خانم الاسفند، این چی که اون چی که سفیر جمهوری اسلامی گفت، اینه جزء بخشی از فرهنگ ماست. پرسش اینش هست نیست؟ بله، من این رو بهش بپردازم. سفیر اسلامی با استناد به این که دولت روحانی و دولت جمهوری اسلامی طی 35 سال هر چه که اعدام کرده قاچاقچی مواد مخدر بودن،
سفیر اسلام، سفیر جمهوری اسلامی این رو میگه، میگه ما هیچ اعدامی رو خارج از اسلام و اون چه که فرهنگ کشور ما، مردم ما از ما میخواد انجام ندادیم. همه قاچاقچی مواد مخدر بودن که ما اعدام کردیم. پس اگر دولت نروژ و دولت‌های دیگر بیان و این اعدام ما رو، این اعدام‌های ما رو حمایت نکنن، یعنی اینکه از کار ما، این چیزی که ما انجام دادیم حمایت نکنن، دیر یا زود این قاچاقچیان مواد مخدر، مواد مخدر رو به کشورهای اینها هم خواهند آورد و جوانهای اینها رو هم معتاد خواهند کرد و دامن اینها رو خواهد گرفت. پس شما به عنوان دولت نروژ بیاید و از اعدام‌هایی که ما انجام دادیم حمایت کنید، چون ما داریم به نفع فرهنگ مردم داریم کار میکنیم. یعنی ایشون فکر کرده که مثلا نروژ اطلاعاتی ندارن در مورد اعدام‌ها و همینطوری چون این دروغ بزرگی رو گفتن و نروژی‌ها باور خواهند کرد. بله دقیقاً، اینا همینطوری که شما میدونید تمام کارشون، نهایت تلاششون این بوده. شما توی سازمان ملل، توی تمام جلساتی که از آقای خامنه، از آقای خاتمی، از آقای احمدی نژاد بگیر، از آقای روحانی بگیر، همه اینها تصویری که از نوع حکومت خودشون تا حالا به دنیا ارائه دادن این بوده که ما داریم قانونی عمل میکنیم، ما تمام مراحلی که طی میکنیم انسانیه و طبق خواست مردممون ما داریم این کارها رو انجام بدیم میدیم. و اینجا هم وقتی میان در مورد ریحانه مورد سوال قرار میگیره، میگه که این فرهنگ ماست. و ما اونجا توی جلسه ای که اونجا داشتیم و با نمایندگان پارلمانی که اونجا صحبت کردیم، ما به اونها فهموندیم که فرهنگ مردم ما این نیست. اتفاقا فرهنگ مردم ما مبارزه با همینه. قاچاق مواد مخدر اتفاقا دست خود سران رژیم جمهوری اسلامیه، دست خود وزارت اطلاعاته. حتما به این نکته خواهیم پرداخت. اما نکته این هستش که این حرف دفاع از اعدام ها، دفاع از آنچه که قصاص نامیده میشه و اقداماتی که علیه زنان، دانشجویان، وکلای دادگستری و فعالان سیاسی، فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر، حقوق زنان و همه اینها میشه، هر حمله علیه اینها میشه، این تنها سفیر نروژ نیست که اینها رو به عنوان فرهنگ ایرانی در مجامع یا جاهای خارج از ایران بین المللی مطرح میکنن، که یکی از همین لاریجانی های ریز و درشت، محمد جواد لاریجانی، در نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو هم چون این سخنانی گفته و هر بار فرصتی بده چون این میگه. و جای تأسف این که کسانی مثل داوود رشیدی، هنرمند و هنرپیشه تئاتر و سینمای ایران و رئیس پیشین واحد نمایش رادیو تلویزیون ملی ایران، هم در کنار آقای لاریجانی در نشست سازمان ملل در ژنو، ایشون هم مدافع چنین احکامی، قصاص و بقیه و بقیه، انکار کننده اینکه در ایران حقوق بشر نقض میشه و کسان دیگری، کسان دیگری که دستی در به اصطلاح سفره گسترده وزارتخانه های اطلاعات و ارشاد جمهوری اسلامی دارند، هم از معدود 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 نویسندگان، شاعران و هنرمندان ایرانی. باز میگم تعداد معدودی هستند که در زمان خودش ما نام آنها رو خواهیم بود، در برابر هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران بسیاری که بر سفره خالی مردم نشستند و همدرد و همراه مردم هستند. خانم الاسفندی کوتاه بفرمایید. جناب فرلنگی، من هم در مقابل این حرف سفیر نروژ، گفته معروف لاریجانی رو اونجا اعلام کردم برای اونها. گفتم لاریجانی رئیس قوه قضاییه، بالاترین مرجع قوه قضاییه کشور جمهوری اسلامی، اونجا گفته که اعدام یکی از ارزش‌های اسلام است و اعتراض به اعدام تعرض به اسلام است. یعنی پس این قوانین و این چیزی که این سفیر ازش دفاع میکنه قوانین اسلامی است، نه فرهنگ مردم ایران.
خب به هر حال آقای لاریجانی و بقیه کارگزاران پشت هر عنوانی پنهان میکنن خودشونو. خانم حسین پور، در همین زمینه نظر شما رو میشنویم، در این زمینه که آقای سفیر جمهوری اسلامی در نروژ گفته آنچه در ایران میگذره در عرصه نقض حقوق بشر فرهنگ ایرانی است. حرف ایشونه. نمیتونیم انتظاری داشته باشیم از کسانی که هم به عنوان سیاستمدار هم به عنوان دول دموکرات، دولی که در هر حال در مورد مردم خودشون حقوق بشر رو اعمال میکنند و منافع ملی خودشون براشون مهم هست، طبیعی هست که اونها وقتی با چنین بازتابهایی از درون یک کشوری که از همه نظر به غیر از نوع حکومتش یکی از ممتازترین و مهمترین کشورها، اگر نه در سطح جهان در سطح آسیا هست و در جهان هم یکی از مطرحترین هست، چون این اخبار رو میشود هیچ انتظار دیگه ما ازشون نمیتونیم داشته باشیم. این نهایت شوربختی و کجدیستگی روزگار ایرانی هست که چنین حکومتی و چنین تفکری بر این کشور و بر این مردم مستولی هست که همچین بازتابایی بر اثر رفتارهای اینا داده بشه. خب زمانی که در پایتخت یک کشور تهران، شهری که دومین شهر پرجمعیت جهان هست بعد از نیویورک، یکی از کلان شهرهای مهم جهان هست، هم به واسطه امتیازاتش هم به واسطه نفات منفیش وانت به راه می اندازن. این فستیوال جنایی و مضحک رو به راه میندازن، چند تا جوان رو گیریم اوباش، گیریم خلافکار، ولی خب کسانی که این کار رو به این جرایم محکوم کردن و به عنوان تنبیه ولایی، این هم نوعی تنبیه و تنبه ولایی هست، سوار وانت میکنن و توی خیابون میگردونن، اونها رو وادار میکنن علف بخورن، صدای چارپایان رو در بیارن، همزمان شلاق و توهین و توسری و موهاش رو میکشن و تحقیر و اینها، در حالی که اونها به عنوان نیروی پلیس هستن جناب چالنگی، نه که یک عده لات دیگه، یعنی اینها البته لاتن و از خطرناکترین لومپنهای جامعه هستن که لباس یونیفرم میپوشن و میفتن به جون مردم، اما به هر حال به عنوان نیروی پلیس جمهوری اسلامی شناخته میشن، نیروی پلیس ایران هم میگن، نهایتا میگن جمهوری اسلامی ایران. اون وقت اون چون که سر و روش پوشونده و چون که قدرت داره که به این چند نفری که گیریم مجرم، اصلا من در این مورد که نمیخوام قضاوت کنم، اما در آن واحد اونا خودشون از اینها مجرمتر هستن که به این شکل نمایش میدن، و حالا این چه تأثیری میتونه داشته باشه به لحاظ فرهنگی، به لحاظ به اصطلاح بیداری وجدان کسانی که بیننده هستن، اساسا توی عصر اینترنت، توی عصر ارتباطات که مردم به بهترین شکل ممکن با به اصطلاح انواع اشکال وجدان پسند، انواع اشکال که با حیثیت و کرامت انسان خانایی داره میتونن با جرائم مقابله کنن، با انواع اشکالش مقابله کنن و هم پیشگیری کنن و هم مقابله کنن، به این شکل این کارنوالا رو راه میندازن تو خیابون، خب چه انتظاری هست؟ من اصلا ایرادی بر ما نمیگیرم، اصلا ما وقت نباید داره این تلف کنیم که اونها چرا اینطور میکنن، ما بایستی که این زشتی ها رو هر چه بیشتر همچنان که خانم علا فرمودن یعنی فاصله گذاری کنیم با فرهنگ ملت ایران. اینها فرهنگ یک قومی هست که کشور ایران را به غنیمت گرفتن، فرهنگ خودشون رو در واقع باید گفت ضد فرهنگ خودشون رو غالب کردن، حالا ریشه یابی شده که چطور شد 35-6 سال پیش اینها با اتفاق آرای ظاهری، با اتفاق آرای شفاهی وارد شدن و این رو گرفتن، در این مورد بحث بسیار شده، باز هم خواهد شد، اما آنچه که به تدریج و به صورت به اصطلاح پلکانی هر سال بر این یعنی مزیدی برش افزودن تا به اینجا رسید، این رو بایستی خطوط قرمز بین ایران، فرهنگ ایرانی و فرهنگ ولایی
که خودشون میگن که همین لاریجانی خودش کسی بود که این ادبیات ولایی و فرهنگ ولایی رو دایه دارش بود. من یادم اولین بار این ترکیب مصحف از خود این آدم شنیدم و ازش استفاده میکنم در تشریح مواضع و رفتار خود اینها. بایستی این رو مشخص کرد، کشوری که تنها کشوری در جهان که خودش صاحب یکی از تمدن‌های باستانی و بلکه قدیمی ترین و باستانی ترین تمدن جهان هست، پرچمش به یک زبان دیگه هست. خب این چرا به ایران داره؟ این مربوط به حاصلین ایران هست. خانم الاسفندی، ببینید این که در زمینه مشخصات فرهنگ ایرانی چه هست و چه نیست جای بحث بسیار طولانی هست، اما یک واقعیت ممکنه خوشایند نباشه و اون این که به هر حال این چیزی که به عنوان فرهنگ ولایی ازشون نام بردن خانم حسین پور و شما هم اشاره کردین به اون. خب ما یه سری برنامه داشتیم به عنوان فرهنگ سرچشمه، منظور من فقط مردم کنونی سرچشمه نیست، که خود اونها در سرچشمه تهران گرفتار پیامدهای انقلاب هستند و همدرد و همراه بسیاری از مردم، یعنی مردم ایران هستند. اما اونچه که در فرهنگ سرچشمه من بهش اسم میبرم همون است که آقای رجایی نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی به اون اشاره کرد، به صراحت هم اشاره کرد که ما آمده ایم تا فرهنگ سرچشمه رو حاکم کنیم. فرهنگ سرچشمه عبارت از همون نیست که بازوی اقتصادیش بازار، بازوی سیاسیش منبر بود و همینطور بخش بزرگی از سینمای ایران که همچنان ادامه داره. نمونه بارز چون این فرهنگی فیلم قیصر هست، ساخته مسعود کیمیایی و فیلم های دیگه، یک نمونه فرهنگی چون این فرهنگ. به هر حال من میگم وارد این بحث، حالا بحثی بسیار طولانی در سرزمین ما به این موضوع من پرداختم و مهمانان گرامی و حتما در آینده نیست، اما پرسش این هست چگونه هست که یک چنین اقلیتی با چنین فرهنگی، این پرسش مطرح میشه، اگر اقلیت بسیار اندک است حاکم میشه بر اکثریت دیگری، به روی دختر اکثریت مطلق اسید میپاشه، اعدام میکنه، به زندان میبره، نرگس محمدی رو دوباره فرا میخوره و و و و و هزاران موردی که بینندگان بهتر از من دست کم میدونه. چطوره چون این میشه که این اقلیت حکومت میکنه بر اون اکثریت بسیار؟ به دلیل اینکه ما همه انسان ها، من فکر میکنم توی اون کنه وجودشون هر وقت که با مشکلی مواجه میشن، حتی وقتی که یک شادی عمیق پیدا میکنن، احساس میکنن از کس دیگری خارج از خودشون تشکر بکنن، و یا وقتی که غم و اندوهی پیدا میکنن میخوان از کسی خارج از خودشون کمک بگیرن، این چیزیه که توی ذات وجود انسان هاست که اسمش هست انگیزه پرستش، یعنی در واقع این بخش فلسفی وجود ماست. وقتی که اونها این رو میدونن، اون اقلیتی که اومده اقلیت بی سواد نیست، اون اقلیت میدونه چه حربه‌ای رو تو دستش گرفته، از چه ابزاری استفاده بکنه و چجوری ما رو تحت کنترل خودش در بیاره و بتونه روی ما نفوذ پیدا کنه. کما اینکه شما میبینید، من باز هم برمیگردم به اتفاقی که به من مربوط میشه، وقتی که مادر ریحانه جباری میره با مادر بزرگ جلال سربندی صحبت میکنه، میگه که از شما خواهش میکنم از این حقتون بگذرید و دختر من رو قصاص نکنید، مادر بزرگ جلال سربندی به مادر ریحانه میگه برو خدا رو شکر کن و از خدا بخواد پیمانه فرزندت پر نشده باشه. ببینید به چه چیزهایی متوسل بود. بله، ولی با اینا که نمیشه حکومت کرد. ببینید پس اگر داره به طور فکری حکومت میکنه، پس دیگه گزمه و پاسدار اینا نمیخواد. یعنی برای با چه ابزاری داره حکومت کنه؟ مردم به خداوند اعتقاد دارن، مردم دین خودشونو دارن، مردم داشتن همه این اعتقادات. بله. الان چون این حکومتی، خیلی هم اصلا افراد دیندار هستن مخالف این حکومت هم. بله، با چه ابزاری این دارن حکومت میکنن؟ ببینید مگر خمینی بعد به ورودش که آمد اونجا، مگر نگفت همه مردم در این کشور آزادن و آزاد زندگی خواهند کرد، تمام اسناد
همه آزاد خواهند بود، حتی حزب کمونیست، چیزی که مردم ما خیلی اون موقع خیلی هم همه قشر عوام با اون روبرو نبودن، ولی گفت حتی حزب کمونیست هم آزاد خواهد بود. من میخوام ببینم بعد از اون کدوم حزب، کدوم گروه، حتی صنف آموزگاران هم تشکیل نشد، به هیچ حزب، به هیچ گروه، به هیچ تشکلی اجازه داده نشد. اگر اجازه داده میشد و مردم اطلاعاتشون بالا میرفت و مردم میدونستن که باید چه چیزی رو از این حکومت توقع داشته باشن و باید بخواهن، این اتفاق به اینجا نمیرسید. اون حکومت حکومتیه که با فریب و نیرنگ اومد سر کار و هنوز هم داره با فریب و نیرنگ ادامه میده. و شما ببینید علاوه بر این که مردم کشورمون رو هنوز داره با فریب و نیرنگ نگه میداره، الان شروع کرده و اومده به خارج از کشور، به دنیای خارج از ایران، داره اونها رو هم فریب میده. این حالا مورد بحث، البته این بخش دوم که آیا میتونه یا نه. اما خانم حسین‌پور، ابزار حکومت اقلیتی که در ایران هست، نقض کننده حقوق بشر، قاتل دانشمند اتمی، اعدام کننده فرزندان خانم مهوش الاسفندی و بیژن فتی و اعدام کننده هزاران ایرانی دیگر، آنچه که بر سر ایرانیان آمده و می آید، بینندگان باز بهتر از من دست کم می دونه. خب فقط نیرنگ و فریب هست با این داره، چون این خودش پرسش پیش میاره، پس این چه ملتی است که مدعی با فرهنگی است و ضمناً به مدت 35 سال مرتب دوچار فریب و نیرنگ هست توسط گروه معدودی؟ ابزار دیگه ای نیست که داره حکومت میکنه؟ نیرنگ فلسفی و مغلطه و سفسطه های اعتقادی که زیرساخت حکومت، زیرساخت همه حکومت های ایدئولوژیک هست، خصوص ایدئولوژیک مذهبی. اما قدر مسلم زور سرنیزه، اسلحه، شعاری که همگان میدانند، گفتیم، تکرار کردیم و بایستی این رو به گوش جهانیان، به گوش این 7 میلیارد جمعیت جهان برسونیم، شعار خود اینها النصر بالرعب، اسلحه. 10% از جمعیت ایران، جمعیت اگر 80 میلیونه، 8 میلیونش حدوداً 8 تا 10 میلیون، اینها مزدوران و قدار بندان و آدم کشان مستقیم درگاه ولایی هستند، از حلقه محافظین خودش گرفته، فرماندهان و سران سپاه و بسیج و اینها، تا اون اقشار حاشیه‌ای دوروبر شهرها که کارهای جیبوری و خلاف انجام، همین هایی که از بین این اقشار اسید پاشان بسیج رو انتخاب میکنن، مثلا اینا از چه قشری هستن؟ از همین اقشار حاشیه‌ای. اینها از سر تازه یه چیز حدود 10% جمعیت ایران هستند و اسلحه دست اینهاست. اینها اوباش مسلحی هستند که 90% جمعیت ایران رو به گروگان گرفتن. این جمعه بود که من یادم نمیاد از کدوم یکی از مشاهیر بود، که یک بیمار روانی با پیشینه خلاف، لات، بی سر و پا، یک چاقو میگیره دستش و 10 تا آدم شریف، خدمتگزار، دانشمند رو بر سر اینها سیطره داره. البته اونا تسلیم نیستن، نه شخصیتن و نه اعتقادی، ولی و هر آینه در این فکر هستن که چطور اینو خلع سلاح کنن، اما در این حال زمان میخوان. ملت ما هم این زمان رو لازم داشت که بدون اینا رو چطور خلع سلاح کنه. به اعتقاد من الان ما به اون نقطه ضعف رسیدیم و این حد اقل رو، این حد اکثر شریف و محق خلع سلاح خواهد کرد. خانم الاسفندی، در همین زمینه، چون من احساس میکنم به حرف شما باید بازتر میشد و وقت ما کم، بفهمید. ببینید وقتی که ما میگیم با فریب و نیرنگ اومدن و این کارها رو گفتن ما میخوایم انجام بدیم، همین که مردم شروع کردن و حق و حقوق خودشون رو خواستن، اینها همینجوری که خانم حسین پور عزیز گفتن، خب اونها اسلحه دست همین اقلیت بود،
همین اقلیت با اسلحه، با کشتار، با اعدام. شما میدونید جمهوری اسلامی از همون پشت بام علوی شروع کرد کشتارش رو، اول تیرباران کرد مردم رو، بعد یک مدت هم که مثل جریان کشتار دهه 60 باشه در کمال سکوت و خفا عزیزان ما رو کشت. دخترکان 9 ساله، 10 ساله، 15، شاید بزرگترینشون میشه بگیم 15 ساله رو برد، به نام قرآن بهشون تجاوز کرد و اونها رو کشت. ببینید وقتی که میاد این کار رو انجام میده، وقتی که میاد اسلحه به قول شما دست ایشونه، دست مردم اسلحه نیست، مردم دستشون چیه؟ دستشون خالیه، حتی نان روزانه خودشون رو هم ندارن، با فقر دارن زندگی میکنن. جمهوری اسلامی سعی کرده با اون فقر، با اون نیاز واقعی مردم اونها رو نگه داره و مردم دنبال یک لقمه نان خودشون باشن و نفهمن اون بالا چه خبره. نه که نفهمن، میفهمن، فرصت این رو ندارن که بپردازن. خیلی ها وقتی که جوانی مجبور میشه یک کلیه خودش رو بفروشه، وقتی که زن جوانی مجبور تن فروشی بکنه برای اینکه نان بچه هاش رو بده، کی فرصت میکنه به سیاست بپردازه؟ کی فرصت میکنه ببینه این اقلیتی که اون بالا نشستن از روی چه چیز دارن این کشور رو میگردونن؟ و متاسفانه اینها با این فریبی که مردم رو میدن و بعد هم میان و چهره خودشون رو به جوامع بشری و به حقوق بشری اونجا خودشون رو به عنوان آدمهایی که دارن فرهنگ رو و دارن قوانین رو اجرا میکنن جلوه میدن. پرسش بسیار خوبی است و پرسشی که پاسخی با مجالی بسیار طولانی میطلبه درباره آنچه که فرهنگ ایرانی هست و آنچه که نیست. فرهنگ ایرانی چه نقاط مشترکی میان اقوام ایرانی داره و چه اشرافی بر رفتار روزمره و تاریخی مردم ایران داره؟ مشخصات این فرهنگ چیست؟ من امیدوارم در برنامه‌های آینده تفسیر خبر بتونیم به این موضوع بپردازیم، اما بیشتر در برنامه سرزمین ما به ویژه در هفته‌های اخیر هر شنبه پخش میشه گوشایی از پاسخ به این پرسش رو که فرهنگ ایرانی چیست و آنچه که در ایران حکومت میکنه یا ریشه در فرهنگ ایرانی داره یا خیر. و این بیت فردوسی که مورد تفسیرهای بسیار هست، من یازار موری که دانه کش است، آیا نشان دهنده این هست که ایرانیان آزار، حتی خواستار نرساندن آزار به مورچه هستند، یا اینکه چون آزارشون حتی به مورچه میرسید فردوسی اونها رو برحذر داشته؟ چرا که در دیگر کشورهای جهان جایی که گربه و سگ رو آزار نمیدن هیچ شاعر بزرگی چنین نگفته که گربه ها رو آزار ندید یا سگ ها رو. و به هر حال میگم پرسش ها و مسائل بسیار هست. سپاس بسیار داریم از شما خانم مهوش الاسفندی گرامی و سپاس بسیار خانم محبوبه حسین‌پور عزیز. امیدواریم در وقتی بیشتر با بینندگان تفسیر خبر باشید، با ما در ارتباط باشید با نشانی فیسبوکی که بر صفحه میبینید. تفسیر خبر برنامه خود شماست، میپردازیم به خبرهای روز. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دراک، الوند، کو، زرد، کو، تفتان و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.